تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآنیم، پاسخن خالق نشستیم، مایده آسمانی وحی. از اول قرآن هر آیه رو چند دقیقه صادر روان فشرده قطعه تفسیر میکنیم به جزء 9 سوره اعراف و الان آیه 341 هست. خب این آیه رو با هم بشنویم. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. خدا داره گله میکنه، میگه چرا شما بی وفا هستید، چرا شما ناسپاسید، این همه معجزه دادید، الان شما از دریا نجات پیدا کردید و روبرو چشمتون دشمن رو غرق کردید، باز سراغ بت میرید، باز سراغ به موسی میگید اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. واقعا که انسان گاهی وقتا از دشمنان خارجی نباید بترسه، از دوستان احمق باید بترسه. اینها طرفدار موسی بودن ولی طرفداران احمقی بودن، این همه معجزه دادن، تازه به موسی گفتن ما هم بت میخوایم، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. آیه قبل این بود. حالا آیه باز دارم میگه که خدا گله میکنه، میگه یادتون رفت، یاد کنید، از انجیناکم، به یاد بیارید زمانی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم، یسومونکم سوء العذاب، شما را سخت شکنجه میکردن. سوم یسومونکم، سوم یعنی به معنای دنبال چیزی رفتن یا تحمیل کردن، شما را تعقیب میکردن، عقاید و کاراشون رو به شما تحمیل میکردن. یسومونکم سوء العذاب، یقتلون ابناءکم، پسران شما رو میکشتن. یستحیون نساءکم، دختران و زنان شما رو زنده نگه می‌داشتن. و فی ذالکم بلاءم، دخترها رو برای خدمتگذاری و بردگی زنده نگه می‌داشتن. این ناگواری‌ها آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتون برای شما بود. خب عرض کنم که در ماجرای دو تا آیه، در آیه قبل میگه هو فضلکم، هو یعنی خدا، اینجا میگه انجا، انجینا، نمیگه انجای تو، انجینا، یعنی در آیه قبل میگه خدا شما رو برتری داد، اینجا نمیگه خدا شما رو نجات داد، میگه ما نجات دادیم، یعنی اون رو میگه هو به ضمیر مفرد، اینو میگه انجینا به ضمیر جمع. بعد نیست چیز بگم، تو قرآن گاهی میگه انی، گاهی میگه انا. یه سوال، کجا خدا مفرد میگه، کجا جمع؟ دلایلی داره، یکیش حال من اینجا بگم، یه جای خدا مستقیم خودش کاری رو میکنه بی واسطه، میگه من، مثل که میگه انی انا الغفور، غفور و بخشنده منم. اما گاهی وقتا خدا یه کاری رو با واسطه میکنه، مثل میگه انا انزلنا من السماء ماء، ما باران فرستیدیم، چون باران رو خدا که میفرسته مستقیم نفرسته، با واسطه، یعنی اول خورشید میتابه به دریاها و اقیانوسا، دریا و اقیانوس بخار میشه، بخارا متراکم میشه، ابرها اینا رو جابجا میکنه، به هم فشرده میشه، بعد از یک سری تغییر و تحول ها و نقل و انتقال ها بارون میاد. پس هر کجا خدا انا اعطینا کوثر، ما به تو کوثر زهرا دادیم، چون زهرا رو خدا مستقیم میدونه، از طریق خدیجه، از طریق حاملگی، از طریق به هر حال قضا، از طریق هر وقت خدا یک کاری رو مستقیم بگه میگه انی، هر وقت یک کاری رو خدا با واسطه انجام بده میگه انا. پس هم تو قرآن انی داریم هم انا، انی یعنی من بی واسطه، انا یعنی با واسطه، اینجا میگه انجینا، ما شما رو نجات دادیم، یعنی با واسطه، بالاخره رهبری موسی بود، صبر خودتون بود. خب این یک مسئله. نکاتی ده هست اینه که نجات دهنده واقعی خداست، گرچه از طریق رهبری موسی باشه و یاد نعمتها سبب پایداری و پرهیز از شرک. غیر الله ابغی کن، آیه قبل گفته سراغ غیر خدا میرید، سراغ غیر خدا میرید، بعد میگه خدا بود که، خدا بود که، خدا بود که، اینا رو میگه که یعنی غیر خدا رها کنیم. و
رهبران باید پیوسته نعمت ها خدا رو به انسان گوشزد کنن. بعد فرمود که من آل فرعون، انجیناکم من آل فرعون، نمیگه انجیناکم من فرعون، آل فرعون، چون طاغوت ها ظلماشون رو توسط آل، توسط یارانشون انجام میدن. زنان و جوان ها اهداف نقش، جز اهداف نقشه های طاغوت هستن که یقتلون یستحیون. بعد میگه در این بلا بود، یعنی خیلی آزمایش سخت بود که مادر میدید بچهش رو روبروش میکشن، یه مادری که روبرو چشمش بچهش رو میکشن خیلی آزمایش سختیه. ولذا میگه که بلا من ربکم عظیم، بلا یعنی آزمایش، یک آزمایش عظیمی بود، خیلی سخته مادر ببینه بچهش رو روبروش میکشن و این نپوچه منفجر نشه. یادتون رفت بچه های شما رو فرعونی ها روبرو چشمتون میکشتن، من شما رو نجات دادم، تحمیل عقائد میکردن، من شما رو نجات دادم، ازتون بردگی میکشیدن، من شما رو نجات دادم، و حالا مزد این محبت ها و الطاف من اینه که شما او رو رودخونه به پیغمبر من بگید بت براتون تعیین کنه، خدا رو برکن سراغ بت، خدا برکن سراغ گوساله، این وفاداریه، ما انصافته، انصاف نکرد. در بعضی روایات داریم خدا میگه ما انصافته، خیلی بی‌انصافی تو، به بشر میگه. خب تمام سختی ها وسیله از آزمایشه، نبلوکم به شر و الخیر، سختی ها آزمایشه، شیرینی ها آزمایشه. خب خدا تو رو به حق محمد و آل محمد، همونطور که در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد میگه نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، خدای ما رو از غافلین در دنیا. این کلمه که میگم کلمه خوبیه، یاد گیرید و در قنوت نماز هم آدم کلمه بگه قشنگه. خدای ما رو از غافلین در دنیا و از خاسرین و زیانکاران در دنیا و آخرت و از اهل حسرت یوم الحسره قرار نده. در دنیا غافل، در دنیا و آخرت زیانکار، قیامت هم حسرت میخوره. ما رو از این گروه ها قرار نده. آیه 341 تو این چند دقیقه کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.